فعلا یه بار سریع مباحث جلسه قبل رو در عرض 10 دقیقه مرور میکنم، بعد ازتون سوال میخوام بپرسم. آماده باشید برای پاسخگویی به سوال ها و بعد وارد مباحث جدید خیلی خیلی مهم میشیم امروز. یادتون باشه گفتیم که در سال 1928 دانشمندی به نام آقای گریفیت برای کشف واکسنی بر علیه باکتری دیپلوکوکوس نمونیا وارد کار شد. در حین کار مشاهداتی رو به دست آورد که اصلا مسیر کار عوض شد، داستان به طور کلی عوض شد و منجر شد به مقدماتی که در نهایت به کشف ماده وراثتی در واقع منجر شد. شما تصویر منم دارید مثل این که امروز. خب بس این داستان آقای گریفیت. حالا آزمایشات آقای گریفیت یه بار دیگه سریع بررسی میکنیم. عزیزان 4 آزمایش مهم آقای گریفیت به انجام رسوند. یادتون باشه و طبق اسلایدی که دارید میبینید از 4 نوع باکتری استفاده شد. باکتری های کپسولدار که با S نشون میدیم، باکتری های بدون کپسول که با R نشون میدیم. گفتیم اس ها یعنی کپسولدارها عامل مرگ موش ها هستند و آر ها عامل مرگ موش ها نیستند. همینجا یه نکته اضافه کنم، این بیماریزا در انسان هم عین موش بیماری ایجاد میکنه، یعنی ما با باکتری های کپسولدار بیمار میشیم و با باکتری های بدون کپسول بیمار نمیشیم. لذا اگر در تست دیدین که گفت در انسان و موش این باکتری باعث بیماری میشه، این درسته. کپسول داره که بدون کپسولاش هم نه. دلیلش هم اون روز من کامل گفتم، گفتم در هر دو حالت سیستم ایمنی بر علیه باکتری شروع میکنه به دفاع کردن، ولی در نوع کپسول دار دفاع بدن شکست میخوره و بیماری محرز میشه، در حالی که در نوع بدون کپسول دفاع بدن غالب میشه و بیماری محرز نمیشه. آماده باشید که امروز میخوام ازتون سوال کنم. خب در آزمایش اول آقای گریفیت همونطور که دیدید از باکتری های اس استرین استفاده کرد. گفتیم اینا ویرولنت هستن یا کشنده هستن و حاصلش رو دارید می‌بینید، موش‌ها مردن. این آزمایش شماره 1. در آزمایش شماره 2 از باکتری های آر استرین استفاده کرد. چطورتون رو گفتم نگه دارید براتون خدمتون زمان مناسب توضیح میدم. از باکتری های آرستاین استفاده کرد، نان ویرولنت هستن، میبینید که موش ها زنده موندن. در آزمایش خب تا اینجا شک بر این بود که پس کپسول عامل مرگ موش هاست، چون کپسول دار میکشه بدون کپسول نمیکشه، پس عامل چیه؟ کپسول. به این منظور اومدن باکتری ها رو با حرارت کشتن که در واقع مواد زنده باکتری رو تا اونجا که ممکنه از بین ببرن و نقش کپسول رو در بیماریزایی ثابت کنن، در حالی که ثابت نشد در آزمایش 3. با اینکه اینا کپسول داره کشته هستن و ظاهرا مواد عالیشون از بین رفته و ولی کپسول هنوز هست، باز می‌بینیم که باکتری موش‌ها نمردن. آنچه که کتاب میگه و شما باید به طور دقیق این جمله رو یاد بگیرید، در اینجا کتاب میگه که به نظر میاد که کپسول به تنهایی عامل مرگ موش‌ها نیست. یعنی کپسول عامل مرگ موش ها هست اما به تنهایی نه. این عین عبارت کتاب و یافته آقای گریفیت در آزمایش 3. یادتون نره، جمله بسیار کلیدی و مهمه. و اما در آزمایش 4 اگه خاطرتون باشه میکس تولید شد با لیوینگ آر استرین و دد اس استرین، یعنی زنده های بدون کپسول و مرده های کپسول دار. این اتفاق افتاد، یه میکس صورت گرفت، دیدیم که بعضی از موش ها میمیرن، نه همشون ولی تعدادی از موش ها میمیرن. زنده ها رو ولشون کردیم، مرده ها رو کالبدچکافی کردیم. در بدن مرده ها دیدیم که باکتری کپسول داره زنده وجود داره، در حالی که تو میکس ما همچی چیزی وجود نداشت. بعد نظریه های مختلف مطرح شد که این کپسول دار از کجا آمده. یه نظریه این بود که به نظر میاد که در این میکس ما یه فرایندی اتفاق افتاده به نام ترانسفورمیشن، یعنی موادی از باکتری بدون کپسول داره کشته شده به بدون کپسول
انتقال بده کرده و اونها رو کپسولدار کرده و اون کپسولدارها موش رو از بین بردن. به نظر میاد که همچه اتفاق بوده. در واقع آقای گریفیت نتیجه ای که از آزمایشش گرفت این بود که یه پدیده‌ای به نام ترانسفورمیشن اتفاق افتاده و بدون کپسول‌ها رو کپسولدار کرد. گفتم خیلی خوب آقای گریفیت این ماده اسمش چیه؟ گفت من نمیدونم. گفتم خیلی خوب آقای گریفیت چگونه این اتفاق انتقال صورت گرفته؟ گفت نمیدانم. و به این ترتیب آزمایشات آقای گریفیت به پایان میرسه. یعنی گریفیت تا این مرحله به ساحت علم کمک کرد و دیگه از اینجا بعد دیگه کار آقای گریفیت نیست. سوالاتون رو چک میکنم. خب تا اونجا که اوکی دادین از شماره 12 صدا مشکل داره، بعد شما حرف گفته بله صدا واقعا لگ داره الان توضیح الان میگم به بچه ها صدا واقعا لگ داره. اجازه بدید من یه لحظه من از شما خداحافظی کنم با بیرون صحبت کنم، شما یه لحظه نگه دارید. همه مشکل رو دارن یا این مشکل باره بعضی هست بگید ببینم بعضی صدا رو خوب دارن نه خوبه بعد نیست دیگه خوبه بعده تو بیل از سر بچه ها یک بار صدا رو چیز کنم چون بعضی که به من نمیست آره بعضی میگن تو بیل بعضی میگن صدا مشکل یه چک رو کنم همون میشه آره الان دارم یه بررسی میکنم. الان اوکی شد؟ الان اونی که اوکی هم بگن؟ اوکی؟ خوبه؟ پس مثل اینکه مشکل هست. این دوربینم داریم یا نه؟ این داری کار میکنه؟ ولی میبینن پس بچه ها خوب. خب، مرسی. استاد برای پرسش میشه. صدامون رو باز کنید. آره اگر شد باز کنید. آها ببین آقای مقدسی کرن اسمت کرن مقدسی آره مقدسی درست دارم میخونم کرن کارن آها خب نوشته بودی کارن ارمنی یا مسلمونی؟ خب نه کارن آخه به نظرم من مال ارمنی هست اشکالی نداره فرق هم نمی کنم. ببین آقا کتاب داریم؟ پی دی اف رو بهتون دادن؟ پی دی اف رو داریم؟ خب الان باز کنید پی دی اف رو همین الان همه بدهید سری کتاب تا بهتون اون جمله رو نشون بدم. صفحه کتاب صفحه 3 ببین که بالاش اینجوری شروع میشه گریفیت مشاهده کرد تزریق باکتری های پوشینه دار به موش فلان اونجا رو دارم میخونم. چرا؟ من یارتون پی دی اف نکردم. خب حالا هم نداره اونی که نداره گوش کنه فقط اونی که داره نگاه کنه اونی که نداره خودتون از اینترنت بگیرید میگه کاری نمیره که 30 ثانیه کارشه. حالا بعد کلاس و زنگ تفریح حتما سریع از اینترنت یه دانلود کنید 30 ثانیه زمان میبره شما که مشاله همه تون واردون به این کاره که حالا اونی که داره نگاه کنه اونی که نداره گوش کن. اونی که نداره گوش کنه گریفیت مشاهده کرد تزریق باکتری های پوشینه دار به موش باعث مرگ باعث علائم بیماری و مرگ در آنها می شود. این آزمایش اول گریفیته.
اگر کسی کتاب جلوش داره یه پرانتز قبل و بعد این جمله بذاره، بالاش بنویسه آزمایش اول. در حالی که تزریق باکتری های بدون پوشینه به موش باعث بروز علائم بیماری نمی شود، اگر کسی کتاب داره قبل و بعد این جمله پرانتز بذاره، بالاش بنویسه آزمایش دوم. حالا گوش کنید، او در آزمایش دیگری یعنی آزمایش سوم باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما را به موش ها تزریق و مشاهده کرد که موش ها سالم ماندند. این میشه آزمایش سوم. یعنی سرتاشو ببندید، بالاش بنویسید آزمایش سوم. حالا جمله رو گوش کنید، گریفیت نتیجه گرفت وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش ها نیست. این جمله میشه نتیجه آزمایش سوم. دیدین؟ این جمله میشه نتیجه آزمایش سوم. بقیه هم گوش کنید، سپس مخلوطی از باکتری های پوشینه دار کشته شده با گرما و زنده بدون پوشینه رو به موش ها تزریق کرد. مخلوط آقا میکس، مخلوط. آزمایش چهارم گریفیت میکسه، یه مخلوطه، یه میکسه. خب نوشته چی؟ برخلاف انتظار موش ها مردن. نگفته همه موش ها مردن، گفته موش ها مردن. او در بررسی خون و شش های موش های مرده، اینجا داره تأکید میکنه که پس موش ها همه نمردن، چون میگه موش های مرده رو چک کرد، مقدار زیادی از باکتری های پوشینه دار زنده مشاهده کرد. مسلماً باکتری های مرده زنده نشدن، بلکه تعدادی از باکتری های بدون پوشینه به نحوی تغییر کرده و پوشینه دار شدن. این یعنی ترانسفورمیشن. تعدادی. ببین چرا تاکید میکنم و جمله آخر این مطلب رو بخونم براتون. از نتایج این آزمایش ها مشخص شد که ماده وراثتی میتواند اینا، پس این نتیجه آزمایش های گریفیته، ماده وراثتی میتواند از یاخته به یاخته دیگر منتقل شود. بچه ها این جمله هر جا دیدین مال گریفیته، کس دیگه به نام خودی سند نزنه ها، این نتیجه مال آقای گریفیته. ادامه شو نگاه کنید. ولی ماهیت این ماده، یک چگونگی انتقال آن، دو مشخص نشد. دیدید چقدر جالبه؟ پس گریفیت کلی زحمت کشید، اما این که ماده وراثتی که منتقل میشه چیه و چگونه منتقل میشه دیگه کار گریفیت نبود. خب اگه حرفی داریم بگید، ببینیم سوالی چیزی هست بگید. خب آقا الان بله دیگه، آزمایش چهار شد ترانسفورمیشن. نه نمیدونست دناس، عرض کردیم که تا اون موقع دنا رو میشناختن ها، ولی نمیدونستن ماده وراثتی دنا. یادتون باشه نباید فکر کنید دنا شناخته شده نبود، دنا شناخته شده بود، اما نمیدونستن که ماده وراثتی که باعث انتقال صفت میشه دنا هست یا نیست. این هم مهمه، چون بعضی فکر میکنن دنا تا اون موقع اصلا مشخص نبوده. چرا؟ دنا رو دانشمندان میشناختن ولی نمیدونستن عامل وراثتیه و عمدتا تصور میکردن که عامل انتقال وراثتی از کردن پروتئینه. یعنی بعد از این هم که گریفیت کارش تموم شد، خیلی از دانشمندان اومدن گفتن که خب گریفیت چطور عقلش نرسیده، خب معلومه که پروتئین عامل وراثتیه. بدون اینکه سندی رو کنن یا آزمایشی رو کنن،
خیلی ادعا کردن که ماده وراثتی پروتئینه، ولی گریفیت نتونست اینو بفهمه. و داستان گریفیت اینجا دیگه در سال 1928 تموم میشه. بچه ها نفته های شکل رو بهتون گفتم در آزمایش 1 و 4. یه بار دیگه میگم، چت رو میبندم که تصویر کامل ببینیم، بعد یکی دو تا تست میخوام با هم بزنیم. ببین اون روز هم گفتم در آزمایش 1 و 4 عرض کردیم که ایمنی بدن بر بیماریزایی غلبه نمی کنه، برعکس بیماریزایی بر ایمنی غلبه میکنه و موش میمیره، موش هم میمیرن. البته اون روز دوستتون یه نکته آخر وقت گفت که قابل تحمله، الان این نکته رو میگم. و در آزمایش 2 و 3 سیستم ایمنی مقاومت میکنه و موش ها زنده میمونن. در 4 باید بگیم هر دو اتفاق میفته. در 4 در مورد بعضی موش ها بیماری غلبه میکنه و موش ها میمیرن، ولی در مورد بعضی دیگه از اونها سیستم ایمنی غلبه میکنه و موش ها نمیمیرن. این نکته ایه که توی آزمایش 4 باید بهش توجه کنیم که هر دو اتفاق در آزمایش 4 میفته. بخششون میمیرن اما بخششون هم عملا زنده میمونن و زندگیشون رو به انجام میرسونن. این داستان گریفیت بود که میخواستیم خیلی سر عمامون سریع دوره کنیم، ولی شاید خیلی هم طول کشه. اشکالی نداره، این بحث خیلی مهمه آقایون. هر چقدر این بحث رو بهتر یاد بگیرید مطمئن باشید تا آخر سال با شما همراهه و به دردتون میخوره، چون تستای ترکیبی که مدام از این قسمت ها میدن هی راجع به گریفیت و ایوری و نه هم چارگاف و اینا با شما صحبت میکنن. ایشون آقای ایوری 1944، یعنی بوده 16 سال بعد، آزمایشات آقای گریفیت رو تعقیب میکنه و به نتایجی میرسه که اون نتایج رو پریروز با هم دیدیم و دوباره امروز یه سریع مرور میکنیم. گفتیم که حدود تقریبا 3 آزمایش انجام میشه، ولی 2 خیلی معروفه. حالا اینو من نوشتم 1، منظورم از 1 اون معروفه است، ولی آنچه که کتاب شما میگه اینه، میگه در مرحله اول آقای ایوری اومد در واقع همون باکتری های کپسول داره کشته شده رو برداشت و کلن هر چی پروتئین توش بود حذف کرد. چطوری حذف کرد؟ با کمک آنزیمی به نام پروتئاز. آقا پروتئاز دیگه چه کوفتیه؟ پروتئاز آنزیمی که پروتئین رو حذف میکنه، ما تو بدنمون داریم دیگه. این همه شما تو دهان خونی یا بدونید تریپسین، کیموتریپسین، کربوکسی پولیپپتیداز، اینا رو شما خوندید، اینا همه پروتئاز ها هستند. خب با پروتئاز ها اومد پروتئین ها رو حذف کرد تا ببینه آیا بعد از حذف پروتئین ها پدیده ترانسفورمیشن اتفاق میفته یا نمیفته. دید اتفاق میفته. آقا آی ملک، آی اونایی که یه عمره میگید عامل ترانسفورمیشن پروتئینه، کو من پروتئین حذف کردم ولی ترانسفورمیشن اتفاق میفته، پس معلومه همه ما اشتباه کردیم، پدیده چیز دیگریست. این آقای ایوری اعلام کرد، ولی یه دانشمندان قبول نکردن، گفتن نه تو اشتباه میکنی، داستان چیز دیگه ایه، تو آزمایشات ایراد داره، تو نتیجه گیریت مشکل داره، تو فرایند آزمایشت اشتباه بوده، نتونستی پروتئین ها رو حذف کنی. 1000 بهانه آوردن برای این بدبخت. گفت خیلی خوب، یه جور دیگه آزمایش میکنم. اینه گفت میام چیکار میکنیم؟ میام اجزای باکتری کشته کپسولدار رو به چند قسمت تقسیم میکنیم، یعنی دی ان ای رو جدا میکنیم، آر ان ای رو جدا میکنیم، لیپید رو جدا میکنیم، پروتئین رو جدا میکنیم و کربوهیدرات رو جدا میکنیم و همه رو جدا کرد. حالا هر کدام رو جداگانه به باکتری های آر استرین اضافه کرد. ببین مثلا توی لوله آر استرین رو با دی ان ای کپسولدار مخلوط کرد، در یه لوله آر استرین رو
با آرنه کپسولدار مخلوط کرد، در یه لوله آرسترین رو با لیپید، در یه لوله آرسترین رو با پروتئین و در یک لوله آرسترین رو با کربوهیدرات جوین کرد یا میکس کرد یا مخلوط کرد یا آغشته کرد. منتظر نتیجه شد که ببینه کجا ترانسفورمیشن اتفاق میفته کجا نمیفته. نیا کنید، زمانی که دی ان ای رو آغشته کرد، دید باکتری های لوله تبدیل میشن به اس استرین، آر استرین بودن شدن اس استرین، این یعنی ترانسفورمیشن. عزیزانی که اون روز ترانسفورمیشن اشکال داشتن نگاه کنن، این یعنی ترانسفورمیشن، یعنی تبدیل باکتری بدون کپسول به کپسول دار. چرا؟ چون معلومه که از دی ان ای این باکتری در واقع به این انتقال بده کرده و در این تغییرات ایجاد کرده و باعث تولید کپسول در این شده، پس این شده این، این میشه ترانسفورمیشن. خب در لوله های دیگه که آرنه اضافه شد، آرسترین آرسترین موند، پس کپسول دار نشد، پس معلومه آرنه عامل ترانسفورمیشن نیست. در آزمایش بعدی که لیپید با آرسترین ترکیب شد، نتیجه همون آرسترین بود، پس معلومه که لیپید عامل ترانسفورمیشن نیست. در آزمایش بعدی پروتئین با آرسترین ترکیب شد، حاصل همون آرسترینه، پس معلومه پروتئین عامل ترانسفورمیشن نیست، برخلاف نظر بقیه. در نهایت کربوهیدرات با آرسترین ترکیب شد، نتیجه آرسترین بود، پس معلومه که کربوهیدرات هم عامل ترانسفورمیشن نیست. این آزمایش اصلی آقای ایبریه که به ساعت علم ارائه کرد تا دهن اونایی که میگن پروتئین عامل ترانسفورمیشنه ببنده. دهن خیلی ها بسته شد، دیگه گفتن راست میگه دیگه، درست بازم میاد دیگه، گفتن نه به نظر ما هنوز مشکل داره. گفت خیلی من یه آزمایش دیگه هم براتون طراحی میکنم تا در اون آزمایش ببینیم چه اتفاق میفته، که در واقع میشه آزمایش دوم ایوری و تحکیم ادعای ایوری و... که من الان براتون توضیح میدم. حالا ببینم چی نوشته. خب آزمایش ایوری تو کتاب دو تا بود، پروتئین رو حذف نمیکنه، تجزیه میکنه. آره هم فرق نمیکنه، تجزیه که بشه یعنی حذف میشه دیگه، فرق نمیکنه. ابو سوال حالا آقای مجیدی رو نمیفهم چی مینویسه، نوشته آزمایش ایوری تو کتاب دو تا بود. خب من الان براتون میگم که چرا سه تاست، اجازه بدید کتاب رو نگاه کنیم. من میگم چرا سه تاست، شما لحظه توجه کنید. آره من الان سه تاشو براتون میخونم، اصلا کتاب بزنید جلو رو تو، اونایی که ندارن کتابو میتونن تا من دارم دوره میکنم چیز کنن، سریع دانلود کنن. حالا یا زنگ تفریکشو، یا 25 دقیقه دیگه که زنگ تفریک شد سریع دانلود کنن. اونایی که دارن نگاه کنن، بعد هر چی خواستی چت کن. فعلا نگاه کن، فعلا همه نگاه کنم به کتاب. بریم. عامل اصلی انتقال صفات وراثتی مولکول دی ان اس. دارم کتاب میخونم، همه حواستون جمعه، فعلا چیزی ننویسید برای من، برید سوال کتاب لطفا، بعدا هر چی خواستید بگید. آقا گفته که آره گذاشته تو گروه، من که گفتم که پیروز بلا فاصله کتاب رو دانلود کرد براتون، برید تو گروه نگاه کنید اگه میتونید سریع این کار رو انجام بده، اگر نه من براتون میام. صفحه سه کتاب درسی فقط نگاه کنید و گوش کنید. اگه الان کلاس بودید شما باید روش میخونید، ولی
چون نیستید من مجبورم بخونم. گوش بدید. عامل اصلی انتقال صفات وراثتی مولکول دی ان ای است، دناست. عامل مؤثر در انتقال این صفت تا حدود 16 سال بعد از گریفیت همچنان ناشناخته ماند، تا اینکه نتایج کارهای دانشمندی به نام آبری یا ایبری، هر دو تلفظ درست، توی متن نوشته ایبری ولی زیرنویس کتاب نوشته آبری، هر دو درست، ولی ایوری دیگه نیست. ما به بچه ها میگیم آقا این ایبریه، بعد میگم میگه ایوری، آخه اسپلش رو نگاه کنید کجا ایوریه، یا بگید ایبری یا بگید آبری، هر دو اینا درست. خب نتایج کارهای دانشمند به نام ایبری و همکارانش، عامل مؤثر در آن را مشخص کرد. پس ببینید بچه ها، اگر پرسیدن که عامل وراثتی یا عامل ترانسفورمیشن دی ان ای و این رو چی کشف کرد، نگید گریفیت، بگید ایبری. چون عرض کردیم که گریفیت گفت من نمیدونم عامل وراثتی چیه، ولی دانشمندی که مشخص کرد که عامل انتقال وراثتی دنا یا دی ان ای هست، افتخارش مال آقای گریف، مال آقای ببخشید ایبریه. این دیگه یادتون نره. حالا ببینید آزمایش اول، آنها ابتدا از عصاره استخراج شده از باکتری های کشته شده پوشینه دار استفاده کردند و در آن تمامی پروتئین های موجود را تخریب کردند. به نظر شما چگونه این کار انجام شد؟ گفتیم با آنزیم های پروتئاز. آنها سپس باقی مانده محلول را به محیط کشت باکتری فاقد پوشینه اضافه کردند و دیدند که انتقال صفت صورت میگیرد. پس تا اینجا میشه شرح آزمایش اول. نتیجه، پس میتوان نتیجه گرفت که پروتئین ها ماده وراثتی نیستند. دیدی؟ پس من در آزمایش اول ایوری الان سوالم رو جواب بدید ببینم. چت رو باز میکنم، سوال رو جواب بدید. چت باز میشه سوال، هر کس دید میتونه جواب بده بگه. آقا سوال من اینه، آیا آزمایش اول ایوری مشخص کرد که عامل انتقال صفت وراثتی دناست؟ ایکالا نه 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 نه، بله 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 بله، چرا تون تون خوبه، اینترنتتون خیلی خوب داره کار میکنه. فقط اون دو تا دوستی که گفتن بله، الهی تپال نزنی، الهی کرونا کیلومتر از شما فاصله بگیره، کجای آزمایش اول ثابت کرد که عامل وراثتی دی ان ای؟ در آزمایش اول فقط ثابت شد که عامل انتقال وراثت پروتئین نیست. یادتون بمونه تو تستا میپرسن از شما، تو آزمایش اول فقط ثابت شد که عامل انتقال صفت پروتئین نیست. همین، درسته در نهایت معلوم شد دناست، ولی تو آزمایش اول که هنوز خود این بیچاره هم نمیدونست، خود آقای ایبری هم نمیدونست دناست، بعدم فهمید. کتاب ادامه میدم، کتابو نگاه کن. در آزمایش دیگری مخلوط به دست آمده را، یعنی کدوم مخلوط؟ جواب بده ببینم، مخلوط به دست آمده یعنی چی؟ منتظر جواب شما. مخلوط به دست آمده یعنی چی؟ آیا گفتی؟ یعنی به کجا داره ارجاع میده این کلمه رو؟ ارجاع این کلمه به کجاست؟ به باکتری. سوال داری میکنی آقای مجیدی رو جواب میدی. عصاره باکتری های پروتئین نداره. آها، پروتئین نداره. خب پس اگر پروتئین نداره، پس این چیه الان رو تخت شما دارید میبینید؟ پس چرا پروتئین تو این هست؟ این آزمایش دوم ایبریه دیگه. خب حالا گوش کنید، تا
گوش کنید، مخلوط به دست آمده یعنی همون مخلوطی که از باکتری های کشته کپسول دار به دست آورد و هنوز پروتئین هم توش هست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اینجا الان در آزمایش دارید میبینید که پروتئین هم به لوله آزمایش اضافه میشه، پس معلومه وقتی از اون مخلوط داره حرف میزنه همون مخلوط باکتری های کشته کپسول داره. آها، حالا بعضی ها میگن که مثل این دوستمون که الان مهیار نوشته، منظورش اون مخلوط آزمایش چاره گریفیت، اشکالی نداره به اونم ارجاع بدیم. به هر حال ما میخوایم الان اشاره کنیم در آزمایش دو ما از باکتری های بدون کپسول همه اجزا رو، دوباره میگم، ما میخوایم در آزمایش دوم ایوری ثابت کنیم که از باکتری های کپسول دار همه اجزای عالیش وجود داره، مثل همینی که الان تخته دارید میبینید، یعنی هم پروتئین، هم کربوهیدرات، هم لیپید، هم آرنه، هم دی‌ان‌ای، همشون هستن. پس این مخلوط، این کلمه مخلوطی که اینجا داره اشاره میشه، هم میتونه اشاره داشته باشه به آزمایش اول ایوری، هم میتونه اشاره داشته باشه به آزمایش چهارم گریفیت، که به نظر میاد بیشتر به آزمایش چهارم گریفیت داره اشاره میکنه. ولی مهم اینه که از کپسول‌دارهای کشته شده همه اجزا وجود داره، مثل اینی که رو تخته دارید میبینید. حالا کتاب رو نگاه کنید. خب، مخلوط به دست آمده را در یک گریزانه یا سانتریفوژ با سرعت بالا قرار دادن و مواد آن را به صورت لایه لایه جدا کردن، مثل همینی که باز رو تخته دارید میبینید. با اضافه کردن هر یک از لایه ها به صورت جداگانه به محیط کشت فاقد باکتری فاقد پوشینه، مشاهده کردن که انتقال صفت فقط با لایه‌ای که در آن دنا وجود دارد انجام می شود. یعنی همین تصویری که شما دارید ببینید، این میشه نتیجه آزمایش دوم آقای ایوری، هم خود آزمایش هم نتیجه شه. حالا گوش کنید، نتایج این آزمایش ها انکارناپذیر بود و ایوری و همکارانش را به این نتیجه رساند که عامل اصلی و مؤثر در انتقال صفت دناست. به عبارت ساده تر، دنا همون ماده براستی است. با این حال نتایج براست آمده مورد قبول عده قرار نگرفت، چون در آن زمان بسیاری از این دانشمندان بر این باور بودند که پروتئین ماده براستی است. یعنی هنوز بعد از این جریان بازم میگفتن که پروتئینه، با اینکه این آزمایش ها قابل تایید بود. حالا در آزمایش های دیگری، پس این میشه آزمایش های بعدی و آخر گریفیت، که گفتیم به این آزمایش ها در کتاب های علمی میگن تحکیم ادعای ایوری. یعنی ایوری در آزمایش دومش باید ثابت شد، گفت از نظر من دیگه هیچ شکی وجود نداره، اما به خاطر اینی که بقیه دانشمندان رو راضی کنم این یکی هم انجام میدم. یادتون باشه، پس ما در آزمایش دوم ایوری در واقع همه چیمون کامله، از نظر ما همه چی علمیه، اما برای پاسخگویی به شبهات آزمایش سوم رو هم طراحی کرد. حالا بخونیم. در آزمایش سوم، در آزمایش دیگری عصاره باکتری‌های پوشیده‌دار را استخراج. خب همینجا استوب. سوال آماده اید؟ سوال دارم. خب بگید ببینم، الان در آزمایش یک و دو و سه که از ایوری حرف زدیم، در کدومش از باکتری های کشته استفاده کردیم و در کدومش از باکتری زنده استفاده کردیم؟ سه زنده دیگه. دوازده کشته. یک و دو کشته، سه زنده، یک مرده.
دوازده یعنی چی؟ من نمیفهم دوازده مورده یعنی چی؟ آها یک و دو، بابا درست نمیسید بچه ها، دوازده دیگه چی؟ یک و دو، آها حالا شد آفرین، اکثرا درست گفتیم. در آزمایش یک و دو از باکتری های مرده، در آزمایش سه از باکتری های زنده. خب بذار جمله رو تموم کنم، بازم سوال دارم، حواستون کاملا به هم باشه. خب مرسی، به نظرم خوب یاد گرفتیم. حالا آزمایش سومو میخونم. در آزمایش دیگر اصاره باکتری های پوشیندار و استخراج آن را به چند قسمت تقسیم کردند. به هر قسمت آنزیم تخریب کننده یک گروه از مواد عالی را اضافه کردند. سپس هر کدام را به محیط کشت آبی باکتری بدون پوشیده منتقل و اجازه دادن تا فرصتی برای انتقال صفت و رشد و تکثیر داشته باشن. مشاهده شد که در همه ظروف انتقال صورت میگیرد به جز ظرفی که حاوی آنزیم تخریب کننده دناست، یعنی جایی که دنا رو ما تخریب کردیم ترانسفورمیشن نداریم، اما در لوله آزمایشی که دنا تخریب نمیشه در همش ترانسفورمیشن داریم. الان دوباره اون تصویر رو شما نشون میدم، سوال منو جواب بدید، بگید ببینم در آزمایشات ایوری در کدوم آزمایشش از موش استفاده شد؟ بگید، اشکال نه، من دارم نگاه، من دارم چطتون رو نگاه. موش، آره، سه. خب ببینید که جواب، آها عباس، عباس درویشان، درویش چی؟ درویش علی، عباس و محمد رضا بی خیلی، آره درست خوندم، بی خیلی و پرهام کیوان. آقا یونی که هی قول شدیم گفتیم یک و دو سه کو، در من کجا حرف موش زدم در آزمایشات ایوری؟ پس چرا گوش نمی کنی؟ من در آزمایشات ایوری حرف از موش زدم، تمام آزمایشات ایوری تو آزمایشگاه انجام شد، موش کجا بود؟ اینا تو تستا میاد یقه شما رو میگیره، بعد میای از آزمون بیرون میری سر جلسه آزمون، نه مثل من میشه. من زمانی که دانش آموز بودم در سال 67، خوب گوش کن آقا ببین چی دارم میگم، من در سال 67 که شما ممکنه باباتون هم هنوز به دنیا نیامده بوده باشه اون موقع، یا شاید هم بوده همسن سال من بوده، یا شاید هم نوجوان بوده اون موقع، نمیدونم. در سال 67 یعنی 32 سال پیش من کنکور دادم، اینقدر زیستشناسی خونده بودم که خطهای کتاب رو هم حفظ بودم. حالا بعداً در دیدار حضوری براتون توضیح میدم اینا رو. خب رفتم سر جلسه، یعنی معروف بود به حسین عرشی، معروف بود به خرخان کنکور بین دوستا و رفقام، من معروف بودم به خرخان کنکور و میدونستن که من زیست رو خیلی خوندم و خیلی تست دادم اون موقع. البته اون موقع منابع تستی خیلی نبود، ولی کتاب رو من خیلی خونده بودم. مثلا کتاب چهارم نظام قدیم رو که حدود نزدیک 400 صفحه کتاب بود، من برای فقط برای کنکور 10 مرتبه خونده بودم. کتاب سوم نظام قدیم که یک کتاب در حدود 200 خورده ای صفحه بود، حدود 9 بار کامل خونده بودم. یعنی شما هر کلمه میبود شده بودم دایره المعارف. دیدی مثلا میگن مثل گوگل، مثل گوگل زنده شده بودم. شما هر کلمه رو میپرسید من در عرض 2 ثانیه رو میگفتم کدوم صفحه است، کدوم پاراگرافه و راجبش چی نوشته، این گوگل شده بودم من. من عرشی رفتم سر جلسه امتحان،
چه سالی؟ سال 67 دانشگاه علوم صنعت هم بود حوزه‌م اون یادمه و زیست رو زدم، خیلی خوب زدم. اومدم بیرون بچه ها بودن اون سه زیست رو چند زدی؟ گفتم ببینید من بین 93 تا 95 درصد زیست رو زدم، واقعا هم سوادم بین 93 تا 95 درصد بود. پاسخ اومد زیست من شد 73 درصد. البته 73 هم خیلی عدد خوبیه ها، یادتون باشه، نامرد هر کی مسخره کنه. 73 درصد من زیست دادم. بعد چرا؟ به خاطر اشتباهات لپی که الان شما تقریبا اکثرتون انجام دادید، همین سر همین اشتباهات علکی. یعنی سوادم 95 درصد بود اما خروجیم 73 درصد بود، 20 درصد اشتباهات علکی کار دستم داد. به همین دلیل منی که دوست داشتم در دانشگاه تهران یا دانشگاه اصفهان قبول بشم، اصفهان چون ما خودمون اصفهانی هستیم، به دانشگاه تبریز قبول شدم، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. بعدن که کارنامه نهایی اومد، این خیلی اسفباره آقا، بعدن که کارنامه نهایی اومد، خب من با آخرین نفری که در دانشگاه، آره بله در تبریز دانشگاه درجه یک و مادریه، ولی خب ترک زبون بودن، من احساس میکردم اونجا ممکنه اذیت بشم و نشدم هم واقعا، و خاطرات خوبی از شهر تبریز دارم، کاری نداریم. نه ولی اینو گوش کنید، با آخرین نفری که در شهر اصفهان قبول شده، چون اصفهان شهر منه، بیش از 300 نفر فامیل من اصفهان دارم، عمو و پسرم ها و پسرمه ها و بچه های اونا بوده، میدونم اون موقع دخترای فامیل و فلان و اینا، بالاخره خلاصه سه نقطه اینا. بعد با آخرین نفری که در اصفهان قبول شد، من فقط سه نفر فاصله داشتم، سه نفر یعنی یک تست درست، دو تا تست درست، همین. ببین سرنوشت چقدر تغییر میکنه. یعنی اگر من یه ذره حواسم رو جمع کرده بودم، 2%, 3%, 5% زیست شناسی رو بالا میزدم، 4-5 تا سوال رو دقت میکردم، من دانشگاه اصفهان قبول شده بودم، نه دانشگاه تبریز. و بعد دانشگاه اصفهان اگه قبول میشدم، یکی از اون فک فامیلیا رو بالاخره به خیک ما میبستن دیگه، الان دکتر هرچی اینجا نبود، اصفهان بود. میبینید؟ خب بگم چقدر تغییر وجود داره و این تغییرها، آره خودم ناراحت نمی کنم، بله تموم شد دیگه، قسمت اینطوری بود. خب حالا قسمت اینطوری بود یه بخشه، ولی اینکه ما باید با حواس جمع کار کنیم و مواظب باشیم اشتباه نکنیم بحث دیگه است. خب بچه‌ها میخوام برم بحث جدید. اگر دیدید که این زنگ هم تکرار کردم، به قول معروف نباید بگید آقا چرا دوباره یه زنگ برای این کار گذاشتی، چون این کار خیلی مهمه. حالا تست بهتون میدم، ساعت بعد میبینید، خودتون میبینید که تستش سخته، اگر نتونید تست جواب بدید مشکل دار میشید. خب حالا بلکن قسمت منو، بلکن الان جواب سوال منو بدید ببینم، رو چت بگید ببینم فهمیدید امروز الان این مشکلی نداری، جواب منو تایپ کنید ببینم. بافرین، خوبه، خوشحالم، آفرین، خوشحالم، خیلی خوبه، چون مغز سخته بچه، اگر نفهمید واقعا مشکل داره. خوبه، عالی، عالی. کلن مشکل چی؟ برای مشکل داری رضا؟ درست میفهمم رضا؟ نمیشی مشکل دارم؟ رضا، خب رضا جان باید دو سه بار دوباره من بخونی، اگر مطالب ضبط شده دوباره ضبط شده ها رو برداری دقت کنی. خب او توضیح مختصر جعفر، اینی که من یه بار دیگه تمام
آزمایشات گریفیت و ایمیل رو یک ساعتی دارم دوباره دوره میکنم. به نظر من اونایی که دیر میان یا احتمالا مشکل دارن ضبط کنن، یا به یکی بگن براشون ضبط کنن، بعد دوباره بشینن سر فرصت نگاه کنن. هم آزمایشات پیروز رو دوباره توضیح دارم آقا رضا. چیز جدید هنوز من الان میخوام، حرفای جدید رو الان میخوام شروع کنم. خب آقای رضا که اوکی داد، آقا مجید جعفری هم اوکی داد. آقا محمد جانی زبط میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. بریم جایی، بریم بحث جدید. چت رو کنم من بیارم پایین که فضا رو از ما نگیره. خب آماده ای؟ این هم آزمایش سوم. خب آزمایش سه. حالا بریم سراغ این مسئله، بریم سراغ بحث جدید. خب حالا بعد از این که آزمایشات گریفیت و ایوری مشخص شد و معلوم شد که ماده وراثتی دی ان ای هست، حالا میخوام بریم سراغ ساختمان اجزای تشکیل دهنده مولکول دنا. در واقع میخوام ببینیم استرکچر یک مولکول دنا به چه ترتیبیه و بعد راجع به نحوه عملیات، یعنی در واقع گوش کنید من چی میگم. ما الان میخوام بریم استرکچر رو بررسی کنیم، بعد فانکشن رو بررسی میکنیم، که خود همین بررسی استرکچر کلی زحمت داره. حالا میبینید کلی پدر ما در میاره، بعد میریم سراغ فانکشنش، اما استرکچر از همه مهمتره. خب بذار من یه آنتن داشتم، اینم آنتنمو پیدا میکنم که با آنتن، چون شما تصویر تخته رو دارید، ببینیم یه فلش ما داشتیم یه لحظه اجازه بدیم. خوبه من همه قسمت ها مرا نمیبینید. آه اینجاست. وقتی شما نشستید اینجا تو کلاس آدم جرأت نداره حرکت اضافی انجام بده، اما وقتی کل فضا من رو نمیبینید، آره وقتی مثلا میخواد خودش رو بخارونه یا میخواد مثلا نمیدونم دست تو دماغش بکنه، شما نیستین دیگه، راحت میام این برای دوربین هر کاری دارم انجام بده. مثلا دارم آب میخورم. خیلی خوبه اینجوری تو کلاس که باشین آدم جنب بخوره، شما نگاه میکنی آبرو آدم میره. خب نگاه کنید، این تصویر یک نوکلئوتید یا مونومر تشکیل دهنده مولکول دناس. ساختمان یک نوکلئوتید رو ملاحظه بفرمایید. در ساختمان یک نوکلئوتید سه جزء وجود داره. یک، بخشی به نام فسفات. نه فسفات گروپ، گروه فسفات، نه عنصر فسفور. داداش حواست باش تو تست نپیچونن تو رو بزنی بیا بیرون بگی به به، بعد بیا میبینی مثلا منهای سه شدی، میگی با من لجه. بابا چی لجه؟ تو به جایی که بنویسی گروه فسفات بنویسی عنصر فسفات، تو اوکی دادی بهش گروه فسفات. میبینی نه فسفات گروه آلیه یا معدنیه؟ چت پاک چتت رفت منوش، حالا بگید تو بعد ساعت رو درستش کنم. آلیه یا معدنیه؟ فسفات معدنیه، یادت نره. دوم، یک قند پنج کربنی به نام حالا یا ریبوز یا دیوکسیریبوز. اگر در مورد دنا صحبت کنیم، قند پنج کربنی اون از نوع دیوکسیریبوزه. اگر در مورد رنا صحبت کنیم، قند پنج کربنی اسمش ریبوزه. این چون یک در واقع نوکلئوتید دی ان ای رو داره نشون میده، قندمون دئوکسیریبوزه. یه دونه اکسیژن اینجا کم داره، اگه یه اکسیژن دیگه اینجا بذاره میشه ریبوز. براتون باشه، میبینید دیگه نه؟
اینجا اگر یه اکسیژن بذارم میشه ریبوز، فعلا در اکسیریبوز داریم. و اما عالی یا معدنی؟ رنگ ها عالی یا معدنی؟ عالی، جزء مولکول های عالی هستن. پس بخش معدنی، بخش عالی. میریم قسمت بعد. سومین جزء در یک نوکلئوتید بخشی است به نام نیتروژن باز، یعنی باز عالی، که این باز اسم کوچیکش آدنینه. این باز اسم کوچیکش آدنینه. بعداً می‌بینید که 4 نوع باز داریم: آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین، ولی این آدنینه الان. که می‌بینید از 2 تا حلقه یه 6 ضلعی و یک 5 ضلعی به هم چسبیدن. 5 ضلعی و 6 ضلعی دو حلقه‌ای اصطلاحاً، یعنی باز دو حلقه‌ای. اسمش هم همونطور که می‌بینید آدنینه. انواع اقسام دیگری هم داره که 4-5 مدلی که بعداً به بازهای عالی اشاره می‌کنه. خب چطوری اینا به هم چسبیدن؟ با 2 پیوند عرض کنم که کووالنسی به هم متصلن. یه پیوند کووالنسی اینجاست، خب یه پیوند کووالنسی اینجاست، یه پیوند کووالنسی هم اینجاست. به این میگن پیوند باز عالی قند. باز عالی قند به این میگن پیوند، به این در واقع میگن پیوند قند فسفات. متوجه شدی؟ به این ترتیب در یک نوکلئوتید 2 جزء عالی و 1 جزء معدنی وجود داره. 2 جزء عالی و 1 جزء معدنی در هر عرض کنم که نوکلئوتید. به این ترتیب ما با ساختار یک نوکلئوتید آشنا شدیم. حالا هم از نظر باز، هم از نظر نوع قند، هم از نظر تعداد گروه فسفات نوکلئوتید با هم فرق دارن. از این سه نظر نوکلئوتید ها با هم دیگه متفاوتن. که حالا فکر میکنم الان کلاستون تموم شده دیگه، بعد در تایم بعدی انشالله